اما اعتراض‌ها به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در خارج از ایران هم ادامه داره. از جمله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر شنبه شب با برپایی راهپیمایی اعتراضی در اشتوتگارت آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواست تا زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله رهبران مخالفان حکومت در ایران رو آزاد بکنند. مصطفی آزمایش از شرکت کنندگان در این راهپیمایی اعتراضی با همکارم شهرام میریان گفتگو کرده. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر الان مدت هاست که اکسیون های خیابونی متعددی به راه انداخته برای اینکه افکار عمومی بین المللی رو آگاه کنه نسبت به وضعیت بسیار نابسامان دراویش و کسانی که به علت داشتن عقاید متفاوت ناعادلانه دستگیر شدن و به زندان افتادن و به خصوص در مورد حصر مستمر آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد و سایر زندانیان سیاسی. بر پایه فراخوان این حرکت همبستگی، شرکت کنندگان در این حرکت ماسکهایی رو بر چهره دارن که تصاویر آقایان موسوی و همینطور کروبی بر روی اونها نقش بسته. بله بله، این اشخاصی که الان حضور دارن و مردم همه ماسکهای آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد رو زدن و میخوان بگن که اقدام جامعه بشری خودش رو با اونها همدل و یگانه احساس میکنند و اونها تنها نیستند و مردم آگاه میشن نسبت به وضعیت نابسامان عموم زندانیان سیاسی در ایران، من جمله آقای کرزی و موسوی و خانم رهنورد و دراویش زندانی. صحبت از دراویش زندانی کردین آقای آزمایش، حال که شما در این تظاهرات در شهر شتوتگارت حضور دارین، لطفا به ما بگین که وضع درویشان زندانی در زندان اوین و دیگر زندانها چگونه است؟ متاسفانه دراویش الان به علت نابسامانی که در زندان باهاش مواجه شدن دچار بیماری های بسیار خطرناک شدن، نیاز به عمل جراحی دارن ولی به شرایطشون رسیدگی نمیشه. به خصوص آقای مرادی سروستانی و آقای مصطفی دانشجو در زندان اوین
و آقای کسرانوری در زندان وکیل‌آباد شیراز در شرایط بسیار بدی قرار دارن و باید هر چه زودتر از زندان آزاد بشن و به میان خانواده‌شون برگردن و تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا شرایط از این وخیم‌تر نشه. و البته اگر که به وضعیت اینها رسیدگی عادلانه نشه، انجمن جهانی پاسداران حقوق بشر به این اکسیون هایی که در سراسر شهرهای اروپا با گسترش هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت. گزارشی بود که شنیدید از همکارم شهرام میریان که از آلمان برای ما فرستاده بود.